وزارت خارجه گفته است که هیئت امارت اسلامی بر رهبری ذبیح الله مجاهد در 30 نشست دوحه اشتراک می کند. این وزارت افزوده است که امیر خان متقی سرپرست این وزارت در نشست هماهنگی برای اشتراک در نشست آینده دوحه در مورد تحریم ها بر سیستم مالی و بانکی، چالش های بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر نیز بحث و گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر با نورست عفت. وزارت خارجه افغانستان گفته است که هیئت امارت اسلامی به رهبری ذبیح الله مجاهد در 30 نشست دوحه اشتراک می کند. این نهاد افزوده است که امیر خان متقی سرپرست این وزارت در نشست هماهنگی برای اشتراک در نشست آینده دوحه در مورد تحریم ها بر سیستم مالی و بانکی، چالش های بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر نیز بحث و گفتگو خواهند کرد. گفته می شود که این نشست با حضور شمار زیادی از مقام های امارت اسلامی برگزار شده است. بناسته که در افغانستان اسلامی امارت در بحرانی چار وزیر سرگنده کرد چی در افغانستان اسلامی امارت در مشرطه بله هیدیت سرسم به در اسلامی امارت حیات در دوهی براتلون که ناسته که در افغانستان اسلامی امارت در مرکزی ویان در محترم مولوی ذبیح الله مجاهد صاحب به مشری گردون کوی. قرار است نشست سوم دوحه تا کمتر از یک هفته با حضور نمایندگان ویژه کشورها در مورد افغانستان و به میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار شود. در همین حال ملل متحد می گوید که این نشست در مورد تعامل جامع جهانی با حکومت سرپرست به گونه منسجمتر، هماهنگتر و ساختارمندتر گفتگو می کند. چون در وقت نشست مجلس می شود بحث‌های مختلف بلند شوه و روی موضوعات مختلف بحث صورت بگیره تا که با اهداف خود و با مقاصد خود برسه. ما پیش از اون مسائل تکنیکی و تکنیکی سم قدر اهمیت خاص نداره. منظور از ایست که نشست صورت بگیره و امید افغانا هم طرف همیست که یک رای حل برای مشکلات افغانستان جستجو شه. اما برخی از آگاهان به این نشست و هیئت انتخاب شده امارت اسلامی خوشبین نیستند. بناهن حیاتی بر ریاست آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالب ها که به دوحه میره نشان دهنده ازی است که طالب ها هیچ مقام تصمیم گیرنده و هیچ مقام مسئول خود را نمی خواهند که به این کنفرانس بفرستند و نشان ای حیات و ترکیبش و ای که آقای ذبیح الله مجاهد به این کنفرانس من حیث حیات رئیس حیات میره نشان میده که این حیات هیچ صلاحیتی نداره. با اساس گفته ها ریاست این نشست را رزماری دی کارلو معاون دبیر کل سازمان ملل بر عهده خواهد داشت. پیش از این مقام های امارت اسلامی گفته بود که پس از بررسی آجندای دوحه تصمیم اشتراک در این نشست را گرفتند و اشتراک نمایندگان حکومت سرپرست را به سود کشور دانستند.